بعد از چقدر وقت میکنم بعد این سال ها؟ سلام، فکر کنم یکی از همون ولاگ هاست که معمولا گرفته میشه، مثل تمام ولاگ های دیگه که گرفتم ولی چقدر ادیت نمیشه، پخش نمیشه. امروز من قرار برم هاوایی، اولین باری که دارم میرم. خانوادم یه هفته پیش رفته بودن اونجا، نمیدونم برای چی رفتن، چی دارن جشن میگیرن. تولد من اینجا بود ولی اونا اونجا بودن. از صبح دوست داشتم که از کارهایی که بعد انجام بدی برای سفر و اینا ولاگ بگیرم ولی واقعا نشد، انقدر خر تو خر بود همه چی، اصلا امکانش وجود نداشت. هزار تا کار مختلف هم میکردم که هیچ کدومشو تقریبا انجام ندادم، فقط سرمایی رفتم و کووید تست دادم. ساعت 2 من ساعت 6 پرواز دارم، 4 ساعت 3 ساعت قبل از پروازم باید توی فرودگاه باشم که نیستم. خیلی دیرمه، نمیدونم چرا دارم ولاگ میگیرم. بای بای. سلام. دیگه از موقعی که تمام شد در واقع پک کردن و مصاحبه تاکسی شدم دیگه نتونستم ویدیو بگیرم، خیلی عجله‌ای شد و دیرم شده بود و اینا. الان توی فرودگاهیم، منتظرم که دارم گیت هم منتظرم که شروع کنن و 6 برابر بود. اورسینم یه حرف بگم، من تا حالا هوایی نرفتم، بار اولمه. چیزایی که دارم میارم خیلی عجیبه. یه دونه این راید موتور سواری دور جزیره بوک کردم که برم، برای همین هلمت هم اون کلوکاسکت هم دارم با خودم میارم، چون که ذره اساسا کلوکاسکت میتونی یه ذره کثیف باشه مال بقیه. دوربین و اینا میتونم بهش بزنم، احتمالا اونم ولاگ میکنم. خب سفر ما از قسمت شمالی جزیره ماوی شروع میشه، از گاراژ این دوستمون که قراره ما رو ببره. رسیدیم به روز موعود، روز رایدینگ تور هوایی. قراره که بریم قله آتش فشانی هوایی رو با هم دیگه ببینیم. منم و این آقای موتوری دستمونه. Alright, what am I signing? Saying here that you understand you're responsible for damages as I mentioned. Here that you bring it back when you're supposed to with me today in its current condition. You say you won't sneak off and do backflips. Yeah. Without permission. All right, this is yours. All right. داشتم گفتم موتوری که امروز قرار سوار شدیم هارلی دیویدسون 750 استریت کافه ریسر تورش کرده دیگه این، ولی صدایی که میده خدا، صدای عجیبی داره. امیدوارم که بتونم مقدار خوبیشو ولاگ بکنم، مطمئن نیستم که بشه به خاطر کمبود باتری و شارژ و همه چی و زمان، چون ما فقط از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر هستیم اینجا. یه ذره برای من کوچیکه، حالا من دیگه به خاطر صدای هارلیه هیچی نگفتم، خیلی صدای بوم میداره. موتور یارو یکی از موتورهای آرزوهای منه، هارلی دیویدسون نایت راد وی راد به اینا میگن، که دیگه دیسکانتینیو شده، دیگه تولیدم نمیشه. خیلی موتور بوم میداره یارو، غالبا یه میلیارد تا آپگرید و اینا روش انجام داره، همه یه موتور کاربون فایبره. صدا رو خدا، این بده، این بده. در مقابل این ریزه موتوری که به من داده خودش داره چی سوار میشه. خیلی الان غریبم با جاده های اینجا و این موتور جدید، برای همین خیلی باید آروم و با احتیاط فعلا برم تا ببینیم که چی میشه، به کجا میرسه. ولی صدای موتور عجیبه، خیلی هم عجیبه. در ادامه سفرمون من بگم که من خیلی سوتی میدم، هی میگم که ما داریم میریم اون کوه آتش فشانی، ولی اینطور نیست، به دلیل ترافیک راهمون عوض کردیم و رفتیم به سمت جنوب جزیره. ببین الان رسیدیم به یه قسمتی از اصلا نمیدونم صدا من چجوری داره پیکاپ میکنه، ولی امیدوارم که خوب باشه، چون جای میکروفونم خراب شد، اون بیولک سرش هم پرید. ولی الان رسیدیم به قسمتی از شهر که در واقع مثل صحراست، کاملا بافت صحرایی داره، خیلی گرمه،
ولی خب داریم میریم به سمت قله، قله‌ای هم که هست قله آتش‌فشانی بوده قبلا و به قول معروف الان بهش گفته بودن که اینکتیوه، یعنی فعال نیست، آتش‌فشان غیر فعاله، ولی خب یه چند وقتی که بهش استاتوسش از اینکتیو به اکتیو تغییر دادن، یعنی ممکنه که یه ذره فعالیتش بیشتر شده باشه. حالا واقعا نمیدونم چجوری این چه فعالیتی رو چیز میکنن اندازه میگیرن، ولی الان به قول معروف این اکتیو محسوب میشه. خلاصه میریم اونجا، یکی از بالاترین نقاط هوایی محسوب میشه که به کل این جزیره‌ای که هست احاطه داره دیگه، میتونیم بریم ببینیم. یه چیز باحالی که یارو داشت به میگفت اینه که میگفت تو این رایدی که داریم میریم حدود 30 درجه دما عوض میشه از جایی که شروع میکنیم تا به قله که میرسیم. 30 درجه خیلی زیاده. ما پایین که بودیم فکرم دوربر 28-29 بود، بکنم بالا برسیم و صفر بشه. برای همین من با آیاستین کوتاه اومده بودم، یارو برگشت من گفتش که مجبوری که جکت بپوشی، حالا یه دونه کاپشن بهم داده که هم پروتکتیوه، هم در واقع اگه بخوری زمین یه ذره ممکنه کمتر صدمه ببینی و همین که خوب گرما داره دیگه، برای اون بالا که رسیدیم نیازه. الان رسیدیم به قسمتی که میبینی پر کاکتوس شد، اصلا کلن تمام گیاه ها اینا داره همینطوری فرد و فرد تغییر میکنه. الان اینجا شد پر کاکتوس و داره یه آشابش سبزتر هم میشه، با اینکه شد پر کاکتوس یعنی از اون بره بیابونی که بود داره فاصله میگیره، داره سبزتر میشه. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه اینجا. من نمیدونم، حالا من زمانی که شروع کردم موتور سواری خواستم یاد بگیرم و اینا، من بابا موقعی که ایران بود موتور داشت، حالا یه موتور خیلی دوران نوجوانیش، موتور خیلی معمولیه مثلا برای زمان خودش رو داشت و همیشه من این موتور خیلی دوست داشتم. همیشه خودم میگفتم یه ذره بزرگتر که بشم احتمالاً میرم موتور سواری یاد میگیرم، ولی من خب در این حال آدم ترسویی هستم، به ویدیوهای کومان و اینا نگاه نکنید، مثلا چم عقرب میخورم، مار میگیرم دستم میزنن دور گردنم و اینا. کلا شخصا آدم ترسویی هستم، زود میترسم. همیشه انداختم شقب تا 2017. من 2017 رفتم گواهینامه موتور سواری رو گرفتم، همینطوری که شروع شد دیدم که موقعی که آدم موتور سواری میکنه، خب حالا شاید به خاطر شخصیت خیلی ترسوی منه، موقعی که موتور سواری میکنی دیگه خودتی و جاده، یعنی هیچ چیزی نیست که تو رو مثلا کمک بکنه. آره یه دونه گلاکاسکت میزنی سرتون، ولی واقعا موقعی که داری چه میدونم 100 کیلومتر در ساعت میری توی اتوبان به نتیجه میرسی که واقعا هیچ چیزی نیست، یعنی همینه دیگه، اگه بخوری زمین تمومه. یک هایی که موتور سواری ما کردیم و که ذهنم از همان مشغله های فکری حالا روزانه جدا میکرد، برای نیم ساعت یه ساعت 45 همون مدتی که میخواستی بری موتور سواری بکنی. من برای کسی که حالا یه شخصیت اوورثینکره، این که تمش دارم به قسمت بد قضیه و بدبختی ها و اینایی یه موشی که در واقع داستان فکر میکنم خیلی خیلی کمک کرد. الان هم همینه، حالا توی این چند مدتی که من از استریمینگ دور بودم، درسته که تو کومان ویدیو زد میکردم، ولی یه قسمت یه به قول خارجی ها میگن راف پچ، یه قسمت خیلی سخت و بد از زندگیم بوده که با یه سری حالا مشکلات دپرشن و چیزهای مختلف دست و پنجه نرم میکردم و این موتور سواریه خیلی خیلی به من کمک میکرد. همه چی عوض شد. خب یا امام حسین آوردمون تو بک رود، بکنم اینجا میخواد یه دقیقه وایسه. بعد از اینکه با هم دیگه یه ذره در مورد زندگیامون صحبت کردیم، شروع کردیم به راهمون ادامه دادن و رفتیم به سمت جنوب جزیره. ما برگشتیم با ادامه مسیرمون، یه جا وایسادیم یه ذره صحبت کردیم و اینا. جالب بود با یوره که صحبت میکردم، گفتش که جنرال منیجر یه شرکت خیلی بزرگ بوده که در واقع سپلای میکرده مواد غذایی و مواد
در واقع بهداشتی رو به هتل‌های مختلف هم گفت خیلی موفق بودم، حتی کارمند داشتم و فلان و بیسار و اینا، ولی میگفتش اون موقعی که اومدم هاوایی رو دیدم اصلا نظرم نسبت به زندگی کاملا عوض شد. چند سال پیشم یه دونه اکسیدنت خیلی بد داشته، تصادف خیلی بد داشته روی موتور، میگفتش که دکترها بهم میگفتن که دیگه نمیتونی هیچ وقت راه بری، میگفتش که توی بک‌گراند زندگی که من داشتم همیشه مادیات حرف اولو میزده، همیشه بهم میگفتن که باید آدم موفقی باشی، باید مثلا هوملس نشی، زیر درخت نخوابی، اصطلاحی که خودش به کار میبرد، و هم میگفت همیشه من درگیر این بودم تو زندگیم تا موقعی توی آی سی او از کما بیدار شدم و تمام ذهنیتم نسبت به زندگی عوض شد. همه گفت شروع کردم این بیزنس رو راه انداختن که بتونم در واقع رایدرهای مختلف و کسایی که میان موتور سواری میکنن و اینجا بهشون یاد بدم که مثلا کجا میتونم برم، جاهای زیبایی که هاوایی داره برای موتور سواری کجاست. من گفتش که این جاده ایم که ما تا الان اومدیم هیچ وقت تو گوگل مپ اگه که بزنید تو نقشه نگاه بکنید هیچ وقت از این ور نمیاد، به خاطر که اصلا راه مستقیم و درستی نیست، ولی یکی از زیباترین جاده هایی که وجود داره. آها یه چیز دیگه هم که میگفت باحال، اون گفتش که من اینجا توی هوایی منتالیتی وجود داره، یه ذهنیت در واقع طرز شیوه زندگی وجود داره که میگه که بتونی خانوادت رو سیر نگه داری و کاری که میکنی لذت ببری. میگفتش که موقعی که من از تو واشنگتن زندگی میکردم، گفت موقعی که اومدم واشنگتن اومدم اینجا، این طرز ذهنیت خیلی در واقع این روش زندگی و طرز فکره خیلی به من کمک کرد که بتونم علیه اون چیزی که تو بچگی بهم یاد دادن که فقط برو دنبال پول، برو دنبال در واقع زندگی بهتر مادی بجنگم باهاش. آدم با حالیه، قبلا هم پروفشنال ریسر بوده، دوستش دارم یه رو. این کاری که میکنه رو میبینید اینطوری میکنه، این داره تایرش رو گرم میکنه که خیلی باحاله دیگه. این برای اینکه بتونه پیچای حالا خیلی شدید رو بتونه لین بکنه بایکش رو، میگن اول قبل از اینکه بخواین کار رو بکنیم بعد چرختون رو گرم بکنید. چقدر خوشگل اینجا، واو از اینجا دیگه پیچ و مارپیچ قضیه شروع میشه دیگه. پیچ و مارپیچ زیاد، مثل اینکه 50 تا پیچ رقیب به اینجوری زیاد میگن بنک، پیچ های خیلی سنگین داره. یه جایی مثل توی راه جادی شمال یادم یه جا به نامش میگفتن هزار چم، یه هم چیزی تو هوایی ها سالا، شاید بجاش یه ذره سواکتر باشه از اون، چون من یادم یه اوقع همون پیچه سنگین رو قدرون شد، یعنی آخرش با صفر کیلومتر میپیچیدی. و یکی از در واقع فانهای کسایی که میان هوایی و میخوان موتور سایکل بگیرن مثلا سوار موتور بشن یا چه طوری میگیرن، همونه کسایی که خیلی پروفشنال هم مگه اصلا اینطوری نیستن، این پیچه ها رو میتونن توش قشنگ بخوابن، به خاطر که حالا با یارو صحبت میکردم میگفتش که اینا پرفکتلی بالانسن، یعنی پیچه هایی هستن که میتونی با در واقع سرعتشون بپیچی اگر که ماهر باشی، نیاز به وایس دادن حالا
صد درصدی نیست. ولی ما که میخواییم آروم بریم، من همش گفتم بچه ما رو هارلین، یعنی اینا ایزی هست بهش میگن لین انگل، یعنی درجه خوابیدن، درجه خوابش روی پیچ، اینا لین انگلشون خیلی پایینه به خاطر اینکه موتورسایکل های کروزر هستن، موتورسایکل های ریسی نیستن. موتورسایکل کروزر احراق از اسمش پیداست، برای کروز کردنه، برای همونطوری تفریحی، مثلا این کروزه دیگه. موقعی میشه که تو عجله نری به جایی برسی، میخوای از اون مسیر لذت ببری، آروم رانندگی کنی، منظره رو ببینی. به این کار، همین کاری که ما الان داریم میکنیم بهش میگن کروزینگ. خب اینی که میبینید مسیر کلی ماست. ما از شمال جزیره از قسمت کاهالویی شروع کردیم، اومدیم پایین و رسیدیم به کاوپو. یه سوتی که من دادم اینه که ما اول فکر کردم که ما داریم میریم سمت اون کوه آتش فشانه، ولی اینطوری نبود. وسط راه با هم دیگه صحبت کردیم، در واقع راهمون رو عوض کردیم، اومدیم سمت این قسمت، در واقع اومدیم سمت شمالی کوه. این کوهی که میگن همین که سمت راستمونه، ولی ما اومدیم قسمت شمالیش برای اینکه این جادهش خیلی زیباتره. و میگفت موقعی که امروز جمعه است که من دارم فیلمو میگیرم، میگفت جمعه ها خیلی شلوغ میشه و خیلی میمونیم تو ترافیک، و میگفت اصلا لذت نمیبری. فقط تو همین گرما تو این شرجی الان هم من لذت میبرم، همین دوست عزیزمون که ازش ارول هست، ارول که پیجش هم میذارم حالا توی اینجاها. ولی آره خلاصه اومدیم اینجا، الان تو راه برگشتیم. واقعا زیباست، یعنی یکی از زیباترین جاهایی که من دیدم. هوا عالی، با اینکه هوا یه ذره گرمه، ولی خب به خاطر این بادی که داره از سمت در واقع دریا میاد اصلا احساسش نمی کنی. و معمولا هم میگفت این سمت راست میگه یه ذره ابر اومده، میگفتش که اینجا معمولا دیده نمیشه به خاطر ابری که هست. امروز خیلی هوای خوبی بوده برای این رادی که ما داریم، انقدر خوب بوده که من وسطاش اینطور بودم که میخوام سفرمو اکستند کنم، بیشتر بمونم که راید اون برای آیلند رو هم برم، ولی خب دیگه به هر حال نشده. ها دوباره برگردیم و این کار رو انجام بدیم. میدینی من از چی خیلی جاها کونم میسوزه؟ از این که من میدونم این زیبایی که اینجا هست، زیبایی قشنگ من نمیخوام از تو سرش، ولی واقعا اگه این زیبایی بهترش وجود نداشته باشه تو ایران، اینش 100% وجود داره. یعنی جاده هایی که ما دادیم اون در واقع اصلا کلیت چهار فصلی که وجود داره تو ایران خیلی جای مناسبی برای همچین چیزی. مثلا جاده های شمال تو ببین چقدر میتونه زیبا و قشنگ باشه، ولی خب به خاطر اینکه ازش نگهداری نمیشه و ازش مراقبت نمیشه، بهش اهمیت داده نمیشه، بماند که موتورهای مناسب و اینا اصلا وارد ایران نمیشن، موتورهای خوب نمیتونن رونده بشه. و همش موتورهای همون 125 فکر کنم مکسیمومی که من داشتم صحبت میکردم با این نفر، انجین 250 که میتونی وارد ایران بکنی بدون اینکه بخوای حالا ببریش توی تراک و اینا در اونجاش استفاده بکنی، موتور خوبی نمیتونی چیز بکنی وارد ایران بکنی که بتونی ازش استفاده بکنی. ولی به غیر از اون جاده های خیلی زیبایی میتونه داشته باشه ایران برای اینکه تو بخوای همچین تورایی بذاری، و مطمئنم که پول عجیبی میشه ازش درآورد. برای اصلا کلن توریسم تو ایران یکی از خفن ترین چیزهای دنیا میتونه باشه. واقعا توریسم ایران میتونه خیلی خفن باشه اگه بهش رسیدگی بشه، اگه بهش بها بدن، اگر که درکش بکنن که چقدر میتونه این صنعت پولساز و چقدر میتونه مناسب و در واقع خوب باشه. خب ما
وایسادیم یه جای کافی زدیم، یه ذره دیگه با هم دیگه صحبت کردیم در مورد تصادفی که داشته. 9 روز داداشمون تو کما بوده قبل از اینکه به دنیا برگرده. بعد کلاشو که با هم داریم میبینیم قشنگ سرش یه تیکت مثلا چهار گوش مثل پیشگوشی چهار گوش یه خط اینطوری انداختن جایی که باز شده جراحی شده و اینا. در مورد رایدی که رفتیم صحبت کردیم و در واقع زندگی قبل از هواییش و خاطر اینکه توی 10 تا استیت توی 10 تا استان دیگه چیز هم زندگی کرده طرف آمریکا هم زندگی کرده ولی الان میگه سال 2004 اینجاست. موقعی دست هم از رو گاز برمیدونیم پا 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 یه صدایی ده خیلی اکسسش باحاله. نمیدونی این صدا میبینی این حالا نمیدونم اگر که احساس میکنیم براتون جذابه بهم بگیرین. دیدیم مثلا یه پاشو آورد کنار، اینا همشون علامته که رایدرهایی که مثلا جلو میرن به بقیه میدن برای اینکه بفهمونن که مثلا اینجا شن ریخته، اگه به روی شنه یا مثلا ترمز بکنه روی شنه میخوری زمین. این علامت ها رو اگه که دوست داشتین میتونم براتون یه روز بریک داون بکنم تمام علامت هایی که موتور سوارای اینجا به هم دیگه میدن معناشون چی و چه جوری و چه شکلی. منم خودم کلش دارم، یعنی کلش دارم یاد میگیرم هنوزم بعد از این همه رایت کردن و اینا بازم همشو بلد نیستم. گروه موتور سواری به گروه موتور سواری هم فرق میکنه. یه چیزی هم شاید براتون جالب باشه بدونید، اینجا موقعی که کلاس موتور سواری رو برمیداریم بهتون میگن که این پوزیشنی که ما الان هستیم بهش میگن استگرد، یعنی من سمت چپ همون سمت راست هم یکی دیگه پشت سرمو دور میرفت سمت راست، یعنی همینطوری زیگزاگی با هم دیگه میرفتیم. هیچ کس تقریبا اکثر مواقع نمیخوای که وسط جاده باشی، چون الان خیلی الان نمونه خیلی باحالی هم میبینیم وسط جاده خاک خیلی عجیبی قهوه‌ای رنگی هست اونجا تو کمرای درست بیفته، ولی اینجا دقیقا جایی که تمام روغن و خاک و چه میدونم شن و اینجور چیزا اوه شد اینجا رو ببین جمع میشن و اونها خیلی سلیپریه، خیلی سوره، شما نمیخوای اونجا باشی، لغزنده است به قول راهنمای رانندگی ایران. اینجا ما دوباره برگشتیم میبینی اصلا این کوه چجوری عوض شد، الان ما دوباره برگشتیم توی اصلا مدل صحرامانند دوباره. الان از اون پشت اون که پر سبزی و چه میدونم درخت و چمن و اینجور چیزا بود هوا خیلی خنک‌تر بود، الان برگشتیم به جایی که خیلی گرم‌تره. من قشنگ الان توی در واقع تو جکت هم اینو میتونم احساس کنم این گرما رو. موتور اون کروز کنترل داره که میتونی مثلا ست کنی روی مثلا 40 کیلومتر در ساعت 50 کیلومتر 100 کیلومتر در ساعت با همون سرعت بره، برای من نداره، برای همین میتونه کامل دستشو بره کنه برای مدت زمان زیاد، چون که من دستم از روی اینجا بردارم شروع میکنه سلو داون کردن موتور دیوونه هست یارو خونه چره I love him. یه چیزی قشنگ میشه دید و من خیلی بهش احترام میذارم اینه که میتونی بفهمی که یارو برای فقط پول این کار رو نمی کنه، واقعا بهش علاقه داره. یعنی وسط های حالا جایی که وایسادیم دوزه با هم دیگه صحبت کردیم شروع کردم من تشکر کردن که مرسی که اومدی، منم نیاز داشتم به همچین رایدی، نیاز داشتم که برم یه ذره سر و کلم و هوا بدم به خاطر اینکه مثل اینکه داره اصل کشی می کنه از جایی به جایی دیگه خونش رو داره عوض میکنه، گفتش که خیلی تحت فشار بودم و نیاز داشتم بیاد. این اینجور صحبت ها و گفتگوها نمیتونه چیز باشه از قبل تعیین شده باشه یا مثلا مارکتینگ نیست، میدونی